الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اسلامی، مؤمنین خدا، عمتم خانه خدا خوش آمده. پروردگار ساعت‌ها رو برای ما و شما مبارک گرداند. همتون خانه خدا خوش آمده. آیه رقم مبارکه 50 و 51 سوره آل عمران پاره 3 قرآن، بحث نسل. یکی از نسل‌های پاک حضرت عیسی مسیح علیه السلام و مصدق لما بین یدیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و موسی و عیسی تصدیق کننده است آن چیزی که در دست شما است ای یهودیا از تورات. عیسی هم آمده است میگه من ایمان دارم تورات کتاب خداست. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم. دویم رسالتش همین بود است که آن چیزی را که شما در تورات حرام اعلان کرده من آمدم او را حلال میکنم. یهودی های پیششون چند چیز برای خشون حرام گفته بودیم. من امروزم ندانیسته نفهمیده بیشتر چیار آدم ها بخشون حرام اعلان میکنم. میخیزم میبیو دادت یک ورق میگه کلمه یه نوشته گیا چند محصول آدم این حرام های ای کجا میدونید حرام های یک چیز حرام اعلان کردن در میدونید چند مرحله میگذره؟ کدام علما تحقیقات گذرانده؟ کدام شورا؟ کدام مفتیات؟ کدام علمی را تحقیقات گذرانده؟ همون فابریکه ها رفته چند ماه تحقیقات گذرانده؟ چی مسئله که تو را حرام میگی؟ هیچ کس حق نداره یا حلال حرام گوه؟ حرام و حلال فقط خدا حق داشته، رسول الله صلی الله علیه و سلم حق داشته و عیسی مسیح رسول خدا و بعد از این که حق داشت از اجماع صحابه. من مسئله سه طلاقه اجماع صحابه. صحابه اجماع کرد که کسی به یک لفظ زنش سه طلاق میکنه قبول ای، کسی الهیده الهیده طلاق میکنه قبول ای. هر دوی همین دم زنک به مردک حرام میشه، شوهر دمی برو ای شوهرش میبرو به شوهرش حلال میشه. این اجماع ای. بعد از او علما امروز علما میشینن یک مسئله را بیان میکنن، ضررش، مفسدش، فاسدیش، باطلیش همش میبینن. تمام علما هیئت میکنن در همون منطقه، در همون ولایت به همین مسئله میبیاین که همین نوع محصولات خوردنش حرام است. ای پیش خودمون هیچ کس نگوه که در همین ورق یه نوشته و روغن خوک داره، ایره هیچ حق نداره. فقط که حق دارن علما میره و میبینه تحقیقات میگذرانه، هیئت علما را جمع میکنه، یک مسئله را به چکار میکنه، حرام میگه یا حلال میگه. پیش از علما صحابه حق داشت اجماعش قدی، پیش از صحابه پیغمبرا عیسی مسیح هم آمده بود است که یهودی ها یک چند چیز در تورات حرام اعلان کردن. عیسی مسیح آمد را چه اعلان کرد؟ نکنین حلال ایگو نگوی پیش خطان نکنین کار را. و جئتکم بآیات من ربکم، من برای شما معجزه های خدا قتی آمدم. فتقوا الله، از خدا پروا کنه. و اطیعون، خدا را عبادت کنه. ان الله ربی، همون خدا هم پروردگار من ای یهودیا و ربکم هم پروردگار شما های. در این آیه مبارکه آمده است که عیسی مسیح گفته است که خدا پروردگار من پدرم نیست. انا عیسی شناسی ما مسلمان ها، من در همینجا عیسی بیان کرده است. اکنون باطل بودن عقیده مسیحیت معلوم شد. ربی پروردگار مای و ربکم پروردگار شما هم همون خدا های. فعبدوه، در او حق بندگی را به جا بیاره. هذا صراط مستقیم، کسی بندگی خدا را به جا می آورده این امیر نامش صراط المستقیم بده. یک آدم میگه چیکار کنم که من صراط المستقیم یابم، چیکار کنم راهی راست یابم؟ راهی راست در بندگی خدا بوده. راهی راست در چی بوده؟ در بندگی خدا. این ترجمه تحت لفظی آیه مبارکه رقم 50 و 51 از سوره آل عمران. خب فکولی و اشربی و قر عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت لرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. پس ای مریم،
آمدی دست دراز کن به این درخت خرما و از دانه های این خرما بخور و از آب جویی که از تگ پای تو میبراز این چشمه بینوش به دیدهات این آب بپاش. الان اکنون نور از نورهای خدا از تو به دنیا میبیا، چشمات با عیسی روشن کن. ما در همین داستان آمده بودیم که مریم مادر من رفت در جای تنها، کسی نیست. پروردگار جبرائیل امین امر کرد که جبرائیل اکنون میری دایگی مریم میکنی. او دایگی چیه؟ ندای ملکوتی از آسمان آمد که مریم اکنون دست به نوده های خرمازم. امام احمد ابن حنبل و امام ضحاک آوردیان که هر کسی که در وقت حاملگیش، هر زنی در وقت حاملگیش هر روز اگر 7 دانه خرما خوره، پروردگار فرزند چه فرزند مهربان به دنیا میبیاره. میخوای که فرزند مهربان و چی قدر ملایم و چی قدر انسان حلیم باشه که از دیده های او چشمای تو نور کشایه؟ علما همینه در خوردن خرما دیدیم، زیرا اینکه دلیلش همین آیه مبارکه، زیرا اینکه مریم فقط خرما تناول میکرد. حتی علما های طب در طب نبوی آوردیان که هر انسان اگر هر روز 7 دانه خرمای عجوه استفاده بره طبق دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پروردگار چنان رگ و خون و روان و قلب شب به قوت میکرده که یگان حرکت سحر و جادو تأثیرش نمیکرده. دویوم، هر کسی که خرما میخورده است از مرد زن، پروردگار قلبش مهربان میکرده. هر کسی که در 9 ماهگی فرزندش به تولد نزدیک شدن اگر خرما را زیاد تناول میکردن از همون زنها، پروردگار تولد فرزند سبوک میکرده. هر کس اگر سیرکای خرما میخورده است، سیرکا یعنی که زویربای همون خرما را میخورده، یک نوع نبیزه، یک نوع کمپوت بارینه، از همون خرما را اگر سیرکاش استفاده میبرده در حالت حاملگیش، پروردگار فرزندش از تمام بیماری های روانی و جسمی و روحی حفظ میکرده. انمی آیت دلالت بوده که فکلی و شربی و قر عینا، پس از خرما بخور مریم، از این چشمه آب سلخینه که از زیر پاد برآمده از این بینوش و با چشمت این پسر بچه ای که اکنون به دنیا می بیاره چشمات روشن می شود. اگر مردم دیدی، مردم وقتی که ترا طعنه می زنن ای مریم این بی پدر به دنیا آمده، تو زنی فسادی، تو زنی اینی، گب می زنن، فلان اکلم الیوم انسیا، با یگان کس امروز گب نزن، گو من گب نمیزنم با یگان کس، امروز من با پروردگار رو روزه نیت کردم. انمین کار کن، گو من روزه دارم، این روزه رو روزه مریم میگفتیان، این صوم صوم سکوت میگفتیان، یعنی مادر من مریم روزه سکوت داشته. روزه سکوت همینه که با کسی گب نمیزنی اکنون، با کسی گب نزن مریم، با کسی هیچ کس قدی سبحان صحبت نکن. اینی نظرت لرحمن صوما، من با خدا نظری روزه کردم، فلن اکلم الیوم انسیا، من امروز با کسی از جنبنده های زمین گب نمیزنم، اکنون روزه نیت کن. فاتت به قومها تحمله، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. پس در بغلش عیسی زیبا به سوی بیت المقدس آمد، با یهودیان پرسیان واخورد. اونها آمدن گفتن الان این کی است که در بغلش با این کودک می بیا؟ وقتی دیدن گفتن ای مریم، چی یک بازگشتی بد و زنی پلیدی هستی که آمدی امروز؟ تو الان اکنون زینازاده را به دنیا آوردی؟ این همین یهودی ها آخران پیغمبر یهود عیسی مسیح های با معجزه خدا به دنیا آمد، با معجزه پروردگار به میان آمد. وقتی مریم مادرمان آمد فرض پسرش برداشته، آنها گفتن ای مریم قسم به خدا که در حقیقت کاری زیشت کردی. یا اخت هارون ما کان ابوکی
ابوکی مرا از سو این و ما کاند امکی بغییا، ای خواهری هارون پدری تو عمران چی مرده بود، مادری تو حنه چی زنه بود که اینها در عبادت خدا قامت خم کردن، بدی اینها را کسی ندید، از بدی اینها کسی در اینجا سخن نکرد، از اونها کسی در این زمین گناه ندید، این چی گونه کاری هستی تو کردی؟ وای بر حالت که نام پدر و مادر تا پس کردی. طعنه زدن مادر مونا، طعنه زدن اون مریم مقدس عذرا را که همگی مادر مون. ابن جریر طبری می بیاره که در تاریخش مریم در همون هنگامی عیسی را به دنیا آوردن چند ساله بوده است؟ 14. یک روایت دیگر آوردگی بوده است؟ 16. حتی که مفسران اکثریتش بحث کردین که حضرت عیسی مسیح 8 ماهه به دنیا آمدگی بوده است. حضرت عیسی مسیح چند ماه به دنیا آمدگی بوده است؟ 8 ماهه. یگان انسان از مرد 8 ماهگی اگر یک روز گرفتگی باشه زنده نمیمونده، فقط عیسی مسیح زنده مونده. یک روز از 7 ماهگی گیره زنده میمونه، یک روز از 9 ماهگی گیره زنده میمونه، یک روز از 8 ماهگی گیره زنده نمیمونده. یگان انسان زنده نمیمونده است، فقط عیسی مسیح زنده مون. برای چی؟ در 7 ماهگی علما اثبات کردین که علمای طب شش کودک آزاد کار میکرده، در 8 ماهگی به پررگی ای کار میمونده، همون روز ای 9 ماهگی یک روز میگرفته با شش تا کار میدرآمد. این حکمت های الهی را بین. اما عیسی مسیح در 8 ماهگی یک معجزه خدا به دنیا اومدگی بوده، غیر عیسی مسیح هیچ کس 8 ماه نمیزیه. بحث های کلان در تفسیر های فاتت به قومها تحمله، در داخل لحظه میگه عیسی را پیچانده آورد، مردم گفتند وای بر حال چی بازگشتی بده کردی، ای دختری هارون، در یک روایت آورده گه ای خواهری هارون، یعنی بعضی مفسرها گفتند که مادر مان مریم برادر داشته با نامی کی؟ با نامی هارون، ای دختری خواهری هارون، پدری تو آدمی بد نبود و مادریت هم آدمی بد نبود، این چی کاری کردگی تای که این فرزند از زنا به دنیا آوردی؟ تهمت زدن میگم. فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهدی صبیا، پس پروردگار گفت ای مریم اکنون به این طفل اشاره کن، این طفل هست که هر آینه در گهواره و در 11 روزگیش، یک روایت در گهواره و در 7 روزگیش، دو روایت با مردم گپ میزنم، اکنون پاک بدن این همی کودک معلوم میکنم. یکی از همون پیامبرانی که در گهواره گپ زدگی است، یکی از همون نفرانی که در چقلوقی گپ زدگی هست، یک تایی این حضرت مسیح هست. فاشارت ای مریم اشاره کن به همون کودک، اکنون ما زبان ای را توتیوار گپ میزنانیم، این گپ میزنه و پاک دامنی تیرا معلوم میکنه، این گپ میزنه تو کی بودن تا معلوم میکنه، ای مریم نترسیده گپ زن. و اشارت الیه قالو کیف نکلمو من کان فی المهدی صبیا، ما در گهواره کودک چقلاق، قدرت خدا را بگی توتی باری گپ میزنه که این پاک های. قسمت از علما میگن همون چقلاقی که در زمانی که شهادتی داد یوسف هم پاک بود، یک کودک شهادتی داد پاک بودن حضرت یوسف داد. اگر خدا را بنده باشیم، اگر خدا دا حق راست باشیم، اگر خدا دا ما واقعا بنده باشیم، عباد الرحمن باشیم، پروردگار شاهداش زیاده، پروردگار چی زیاده؟ شاهداش زیاده، از همه چیزی بزرگ این بندگی ای. ان الله ربی و ربکم، حقیقتا او پروردگار من است و پروردگار شما هست، فعبدوه، حق بندگی شه به جا بیاره، ای مردم حق بندگی را به جا بیاره.
رسول الله را خدا عبد میگه، رسول الله بنده خدا های، اول بندگی را آورد، خدا ای را رسول الله کرد. خداوند در سوره اسراء سبحان الذی اسرا بعبده، پاک است و پروردگاری که بندش محمد صلی الله علیه و سلم سیر شب داد. رسول الله را خدا میگه بنده مای، همین قدر پیغمبر بزرگ های بنده ای که بدهی بندگی خدا را رسول الله آورد، خدا معراجش بود. اگر ما هم بندگی را به جا بیاریم که ابرو ما معراج میکنه بلند میشود. دویوم الحمدلله الذی انزل علی عبده، هزار بار شکر به او خدایی که بندش محمد در کتاب داد صلی الله علیه و سلم. رسول الله را خدا میگه بنده مای، بنده مای میگه، برای همین بندگی را به جا بیاریم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بندگی شانه بینین که بندگی چی بدهی عزیزم، هر چیزی که در درون داری، هر چیزی که در بیرون داری، هر چیزی که در درون بیرون داری، همیرا اگر ای خدا دانی همی بندگی بدهی. زن، فرزند، دختر، پول، مال، منصب، همش ای خدای انمیر، ای الله دانیستی تو بنده ای. ایمان، توفیق، اخلاص که مسئله درون ای، ایرم از الله دانیستی تو بنده ای. حضرت آمدن و اشارت اشاره کن به کودکی مریم، این چگونه اکنون در گهواره با اینها صحبت میکنه، گوزن اشاره کن، این شاهده تیه. همین حالت مریم میگه اشاره کرد به مسیح، این هنگام عیسی گفت قال اینی عبدالله، ای بنی اسرائیل من بنده خدا هم. این بین که اولین کلمه که حضرت مسیح سر میکنه، خدا میدانه در آینده که این مسیح هم میگن که بچه خدا های خدا، میدونه به علم ازلیش که فردا ایره تهمت میزنن. اولین کلمه ای که مسیح در قرآن گپ میزنه میگه من بنده الله و بچش نیستم. بی یگون چیز از چی سر میکنه مسیح؟ اینی عبدالله، من بنده خدا هم. آتانی الکتاب، من در خدا کتاب انجیل داد. و جعلنی نبی، ای بنی اسرائیل من پیغمبرم، من پیغمبرم، من خدا نیستم، من بچه خدا نیستم. نگوه این کارا را، من پیغمبرم. و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی بی صلات و زکات ما دمت حیا، خدا قدم من برکت مبارک گردانیده، ای بنی اسرائیل قدم عیسی مبارک، قسم به خدا روز میشه و یکی از نشانه های قیامت همینه که قدم مبارک شده ای زمین میزن عیسی مسیح، قدمی من خدا مبارک کرده، قدمی من مبارک های میگه در این زمین. اینما کنتو، کجایی ده که من قدم مزنم اون قدم مبارک های، همون روزی که در زمین دمشق چگونه روزی وزبین در بالای مسلمان ها های، قدمی مبارک شن آگهان در مسجد سلام میزنه، مسجدی که در منطقه دمشق حضرت معاویه او را بنیاد کرده که در اون مسجد میفروید. وقتی بعد از فرو آمدنش قدم برکت شبینه که تمامی خوک با خوک خورا کسل تبلرزه می شوند، یک وبایی در زمین می اومده قدمش، خوک ها کسل چی می شدیان؟ تبلرزه، لشکری دجال تبلرزه. دجال چی گونه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن عیسی در زمین می فرو چی خیلی که در نمک آب می زنن آب شدن می گیره، دجال نمی خواهد سوز شده آب شدن می گیره. قدمش میگه مبارک های، ما مسلمان ها رو اون روز نجات میتیم مسیح. خوک ها میمرن، خوک خوران نابود میشوند، دجال ضعیف میشوند، لشکرش تبلرزه میافته. حتی میلش اینم پوفی او اون روز به قوت ترین یراق مسلمان های پوفی که مسیح، مسیح ها پوف میکنه اون روز. اینقدر خدا او را بزرگی داده گیای، اما اینقدر مقام و مرتبه زوریه و نسل پاک زمین ده می بیا پیش می دراران شکی نماز خان، ای پیامبر میگه من امروز پیامبر نیستم، من امت رسول آمده گیم زمین ده. یعنی معلومه که این گنجینه پاک رسول الله چه شخصیت بدیم. اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، من پیامبرم، و جعلنی مبارکن اینما کنتو، کجایی ده که قدمی من رسه اوجه برکت می بیایا، کجایی ده که قدمی من رسه اوجه برکت می بیایا. و اوصانی بی صلات، پروردگارم من امر کرده که نماز خوان. چه قلاقه
ای مردم خدا من امر کرده ای که نماز خوان و زکات صدقت ما دمت حیا تا روزی که من زنده ام. این نماز در زمان عیسی مسیح فرض بدهی، زکات در زمان عیسی مسیح فرض بدهی. این خیلی گمان نکنیم که اینا همش در زمان رسول اکرم آمده گیه. دویوم اینا که تمام کرد گو و برم بی والدتی ولم یجعلنی جبارم شقیا، من خدا امر کرد که به مریم مادرم نکوکار باشم، نگو پدرم. معلوم است که در اینجا من مادر دارم، من به پدر به دنیا آمدم. اگر خیلی میشه میگو خدا پدری من های این خیلی که اینو دعوا میکنم. و برم بی والدتی، من برای نکوکاری مادرم آمدم. بعد این نماز و زکات حضرت مسیح هم گفته است که در شریعت من حرمت مادر کنه. و برم به والدتی، من آمدم که مریم مادرم در نکوکار باشم، خدمت مادر و مریم کنم. ولم یجعلنی جبارا شقیا، من نیامدم در این زمین که خلافکار و زید مادرم برآمد کنم. عزیزا این تعلیمات مسیح های آن فرزندی با برکت، آن نسل پاک میگه من آمدم که خدمت اوچم کنم، بعد خدمت خدا نماز خدمت اوچم کنم. فخر رازی علمای اهل سنت نام او را، نه زمخشری، علمای اهل سنت تخلص او را جار الله زمخشری میگن. حضرت 9 سال همسایه کعبه بده، 9 سال همسایه کعبه بده، جار الله میگفتی یعنی همسایه خدا. انا این عالم بزرگ 9 سال همسایه کعبه بده، در وقت پیریش پاش کسل میشوه، سیاه میشوه، ای بجلک بالا دویده رفتن میگیره، میگه پا ما ببره. شاگرداش میگن حضرت تبابت میکنیم، میگه پا چما ببره، میگه چی با تبابتش میکنیم، میگه دعای چما، میگه پا ما ببره. چی خلق دوی مادر تای میده حکیم مانده گنجش بازی میکردیم، من گنجشکا را جمع میکردم، کودکای شوخ بودیم، ای پای گنجشککا رشته میبستیم سر میدادیم، او میپریدن ما میکشیدیم، او میپریدن ما میکشیدیم. روز یک گنجشکک یک سراخی درآمد رفت، من کشیدم او نبرآمد، من کشیدم او نبرآمد، سخت کشیدم که پاشکنده گنجش دم سراخی مام. اوچم من گفت که احمد چا کردی بچم؟ گفتم هیچی، پای گنجشک بجا کردم. گفت پای چمچق جن گنجشک کندی؟ گفتم بله مادر. گفت خدا پا تا کنه ایلی آینام، چوه غمت گنجشک. همون دعا در آخر عمرش گرفت، خدا پاشا کندن زمخشری را، پاشا بریدن. برادر را دعای مادر قسم به خدا رنگی تیر میگیره آدم ها، لیکن بسیارتر دعای آتا ترسه، ای همه سختر دعای مادر پدر ای با بسیارتر دعای مادر ای از این زیادتر از دعای پدر ترسی. دعای مادر این یک بحری بکنار ای. حتی حضرت ابن عمر پرسیدن، گفتن نسبت دعای مادر، حضرت گفت دعای مادر مثل نیزه را در بحر پرتفتن ای، بحرم که کلان ای، نیزه را میپرتوی در بینش میغلطه. دعای مادر گفت همین ای، اگر دعای مادر میگیریم امروز یکم بچه زنده نبه، هم روز دعاد میکنه، کلت پره، سرت پره، اینت پره، اما مهره که او داره صدخان نمیگه. اما از دعای پدر که سختر ترسی که پدر یکی میگیره ایتاب میکنه که نابود میشدم. برای همین اولین کلمه مسیح بوده و برم بی والدتی، من آمدم که خدمت مریم اوچمه کنم. برادر را دولتی بزرگ ای، دولتی کلان ای، کمال ایمان ای، لذت ایمان ای، سعادت ای، برکت ای، کسی خدمتی او چشم میکنه. یه دوره میگذره والله، یه دوره دا میگذره میروه، دیر نگذشته سر میبرداریم که نه او چای دیگه و نه خدمتش. یک دولت ای، عیسی مسیح چقلق ای، میگه خدا من آورده خدمت مریم میکنم، خدمت او چما میکنم. انا این روی سعادت ها، این روی برکت ها، یکی ای سبب های زوریه و نسل پاک بودن در این زمین و از فرزنده و خاندان اصویشتگی دیدن، برادر همین بوده که خدمتی او چرا کرن در کره. پروردگار رو مادر روی گذشته ما رو قبراشون سلخین که اگر گذشته باشن گوراشون پر نور گردن در این بگه رحمت، و اگر زنده باشن خداوند گناهاشان را بخش، در بالای سری ما دعا گفتنشان پروردگار را نصیب و روزی گردان.
پروردگار رو بیمار باشن شفا شان ته، پروردگار رو رنجور باشن شفا شان ته، و به واسطه ما و به واسطه فرزنداشان در پیشان رفتن خداوند چشماشان نورانی گردان. اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. صفاتان را راست گیره و تلفناتان را خاموش کنه و آمین.